محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ما. همین الان که داریم حرف می‌زنیم آقای بایدن در کمپ دیوید در کنار رهبران کره جنوبی و ژاپن هست، دارن صحبت می‌کنن. چقدر به نظرتون این پیامی تهدیدآمیز می‌تونه تلقی بشه توسط پکن؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خب آمریکا استراتژی که در قبال چین داره یک استراتژی دوپایه است. مشابه همین استراتژی رو در مورد ایران هم اتخاذ کرده. از یک طرف کمربند به دور چین رو محکمتر کرده از طریق اتحادهای نظامی، اتحادهای حتی غیر نظامی، مانوری که مثلا کواد برگزار میکرد، این قراردادی که در واقع در کمپ دیوید امروز بین ژاپن و کره جنوبی امضا میشه، قرارداد سه‌جانبه‌ای که بین آمریکا، بریتانیا و استرالیا است و پیمانهای مشابه، افزایش پایگاه‌های نظامیش در شرق آسیا، بیش از 300 پایگاه نظامی داره، پایگاه‌های نظامی جدیدی رو داره در فیلیپین در واقع تأسیس میکنه. بنابراین این یک پایه استراتژی آمریکا در نگاهش به شرق آسیا است. اما یک سویه دیگه هم داره، اون سویه اینه که آمریکا مسیر گفتگو رو نبسته و همواره در حال گفتگو با چینه. حتی همکاری هایی هم دارن، مثلا در زمینه گرمایش زمین. توی ماه گذشته اگه یادتون باشه بیش از 3 سفر مقامات آمریکایی داشتن، علاوه بر اینکه آقای هنری کیسینجر هم اونجا رفت، مقامات عالی رتبه دارن میرن گفتگو کنن. بنابراین پیامی که داره به چین میده اینه که به اصطلاح از طریق اتحادها بازدارندگی نظامی داره ایجاد میکنه، اما مسیر گفتگو رو نمیبنده برای اینکه میخواد تنش مدیریت شده ای باشه. برخلاف فدراسیون روسیه، از نظر اقتصادی ایالات متحده و چین به شدت به هم تنیده هستند. یکی از بزرگترین شرکای تجاری چین آمریکاست و همطور برعکس. چقدر فکر میکنید که با این روابط تنیده اصلا دو طرف میتونن از کارت نظامی در هیچ مقطعی علیه یکدیگر استفاده کنن؟ خیلی سوال خوبیه. خب آمریکا داره به سمت این میره که یک استراتژی جدیدی به لحاظ اقتصادی داشته باشه. اینکه این استراتژی رو چی نامگذاری کنن هنوز مردد هستن. یک زمانی میگفتن که دیکاپل میخوایم بشیم از چین، یعنی جدا بشیم، به شکل کامل مستقل بشیم. جدیداً به اصطلاح با استفاده از اون کلماتی که رئیس در واقع اتحادیه اروپا به کار برد، میگن که میخوایم دی ریسک کنیم، یعنی ریسک مبادلات اقتصادی با چین رو پایین بیاریم. و جدیدتر تو چند روز قبل نماینده کالیفرنیا گفتش که ما باید ریبالانس کنیم، یعنی بیایم به این سمت که کارخونه های مهم رو مثل همون قانونی که در مورد مثلا نیم رسانه ها در واقع ایجاد کردن، بیایم الان بیایم به سمت اینکه کارخونه های استیل و آلومینیوم رو بیاریم در آمریکا. میدونید 15 تا کارخونه بزرگی که در دنیا وجود داره، 9 تاش در چینه و هیچ کدومش در آمریکا نیست. بنابراین باید بیایم صنایع استراتژیک رو متوجه میشم، ولی میزان نفوذی که چین در تمام بازارها داره به خصوص تولیدات صنعتی غیر قابل باور. احتمالاً الان همین میزی که روش نشستیم داریم صحبت میکنیم بخشی ساخت چین هست، این اسکرینی که پشت سر ما هست ساخت چین هست، این لپتاپ، این موبایل، مثلا چقدر عملی هستش که بخواید چین رو جدا بکنید؟ است اون چیزی که مهمه اینه که کالاهای استراتژیک رو آمریکا درش بتونه مستقل باشه. یه مطالعه انجام شده، مطالعه خیلی جالبیه، نشریه اکونومیست انجام داده. یه شلوار جینی که در آمریکا حدود 25 دلاره و در چین داره تولید میشه، اگر قرار بشه در آمریکا تولید بشه بالای 250 دلار خواهد بود. یا یک گوشی آیفونی که اون زمانی که این مطالعه انجام شد 750 دلار بوده، اگر تمامش بخواد در آمریکا انجام بشه بالای 2000 دلار خواهد بود. بنابراین آمریکایی‌ها بر اساس همون چیزی که شما میگید بخشی از رفاه و کیفیت بالای زندگیشون رو مدیون چین هستن. اما مهم اینه که در کالاهای استراتژیک این اتفاق بیفته. در کالاهای غیر استراتژیک هم آمریکا داره به سمت یک چرخشی میره، یعنی میبینید که روابط آمریکا با هند داره نزدیک‌تر میشه و در چند ماه گذشته مناسبات تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک خیلی بالا رفته. این نشون میده که آمریکا داره سعی میکنه که در کالاهای غیر استراتژیک هم جایگزین پیدا کنه. ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ما.